پس از نشست یک روزه کمیته مشترک اقتصادی ایران افغانستان در هرات، اینجا والی هرات با معاون والی خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. دو طرف روی 5 بخش به توافق رسیدند تا چالش‌های فرارای صنعت و تجارت، زراعت و مالداری، نفت و گاز، خط آهن و گمرکات کاملا برداشته شود. مجلس حاضر که با انعقاد یک تعهدنامه بین دو ولایت نوشته شد به نفع هر دو کشور و به نفع هر دو ولایت و مردم ولایت می باشد. ما مصمم هستیم و اراده به این داریم که بتونیم با کشور افغانستان روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم، در بخش کشاورزی، دامپروری، در بخش صنایع، که الان سیاست دولت جدید افغانستان بر این هست که تولید داخل رو تقویت کنه. پیش از این هیئت ایران و افغانستان در ولایت‌های مرزی هرات و خراسان رضوی 4 نشست برگزار کرده بودند، اما طی این نشست‌ها به نتایج ملموسی نرسیدند. حالا اداره محلی هرات تاکید می‌کند که به هدف برداشت موانع و چالش‌ها در مراودات تجاری میان دو طرف گام‌های عملی برمی‌دارند. تفاهم نامه شامل 5 کارگروه تجارت، گمرک، سوخت، زراعت و ترانسپورت که شامل 46 ماده است که به تفاهم رسیده و هر کارگروه در رأس رئیس‌های کارگروه که انشاءالله تفاهم شد که ظرف یک ماه رئیس‌های کارگروه پیگیری و نتایج به مقامات هر دو طرف اعلام می‌دارند. پس از این نشست، اتاق مشترک اقتصادی افغانستان و ایران وظیفه دارد تا به خاطر ایجاد سهولت‌های لازم برای تاجران و همچنان تطبیق مواد تفاهم‌نامه کارهای اساسی را انجام دهد. با این حال کنسولگری ایران در هرات نیز از این تفاهم‌نامه همکاری استقبال کرده و آن را فصل تازه مراودات تجاری میان دو طرف می‌داند. مطمئن باشید که موضوع ویزا و خدمات کنسولی هیچگاه به عنوان یک مانع در روابط تجاری بین دو کشور عمل نخواهد کرد. همواره ما تسهیل کننده هستیم و سعی می‌کنیم که هر روز بیشتر از روزهای گذشته تسهیلات بهتری رو برای تجار عزیز و البته همه همشهریان عزیز افغانستان و هرات فراهم بکنیم. مقام‌های محلی هرات و خراسان رضوی به این باورند که دو طرف تأثیر مستقیم روی اقتصاد یکدیگر دارند. بنان آوردن تسهیلات در روند تجارت و برطرف ساختن مشکلات مرزی می‌تواند مراودات تجاری را بهتر بسازد.